زن در منطق اسلام و معرفت اسلامی یک الگویی دارد، یک چهارچوبی برای زن معین شده است. این چهارچوب یک چهارچوب کامل است، یعنی زن اسلامی عبارت است از اون موجودی که دارای ایمان است، دارای عفاف است، متصدی مهمترین بخش تربیت انسان است، اثرگذار در اجتماع است، دارای رشد علمی و معنوی است، مدیر کانون بسیار مهم خانواده است، مایه آرامش جنس مرد است. همه اینها در کنار خصوصیات زنانگی مثل لطافت، مثل رقت قلب، مثل آمادگی دریافت انوار الهی، این الگوی زن مسلمانه. همینی که پیغمبر اکرم در بیانات متعدد به مناسبت تمجید از فاطمه زهرا سلام الله علیها یا خدیجه کبرا یا به نحو کلی درباره زن بیان کرده، این الگوی اسلامی است. در مقابل اون یک الگوی انحرافی وجود دارد که در دوره‌های مختلف زمان متفاوت بوده. امروز اون الگوی انحرافی الگوی زن غربی است. زن غربی امروز در این دوره‌ای که ما زندگی می‌کنیم به جای همه خصوصیات برجسته و ممتازی که در زن اسلامی مشاهده کردیم، امتیاز عمده زن غربی امروز این است که بتواند جلب نظر مردان رو بکنه و در معرض التزاز مردان قرار بگیره. این خصوصیت. لذا شما میبینید زن غربی امروز شاخصش عبارت است از برهنگی. در مجلس رسمی مرد و زن شرکت میکنن، مرد باید کاملا پوشیده باشه، زن بایستی هر چه ممکنه به سمت عریانی پیش رفته باشه. در مجلس رسمی، مجالس رسمی، حالا در محیط اجتماع که خب روشنه. این وضعیت مربوط به این دوره‌های اخیر غرب است، اروپا و آمریکا. در گذشته اینجور نبوده. تا اونجایی که ما خبر داریم، ما اطلاع داریم، تا 150 سال قبل، 120 سال قبل، البته حجاب به معنای اسلامی در اونجا نبود، اما ولنگاری، برهنگی، بی‌بندوباری مثل امروز در زن غربی وجود نداشت. این چه سیاستی است که جامعه غربی رو به این سمت کشونده و هدفش چیست؟ این جای بحث‌های طولانی و مفصل داره.